نام هستی بخش جهان، خدمت خانم ها و آقایان، هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. این برنامه از مجموع برنامه های اخبار ایران و گزارش های خاورمیانه است که به همت ایرانیان فاینانشال تایمز در وبسایت ifttv.com تهیه میشه. از شما دعوت می کنم که از این وبسایت دیدن کنید و علاوه بر برنامه های سیاسی از برنامه های اقتصادی و اجتماعی اون هم دیدن کنید و همچنین از طریق وبسایت ما را از نظرات خودتون بهره مند کنید. همچنین از شما دعوت می‌کنم که از وبسایت دیگه گروه ما اخبار ایران و گزارش‌های خاورمیانه imenews.com دیدن کنید. در اونجا ما اخبار ایران و مهمترین کشورهای خاورمیانه رو به صورت اخبار سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و مقاله به دو زبان انگلیسی و فارسی برای شما تهیه می‌کنیم. این وبسایت هر روز به روز میشه و بنابراین با مراجعه به اون وبسایت از مهمترین اخبار ایران و کشورهای خاورمیانه آگاه میشید. خب موضوع امروز رو به یک مسئله مهم میخوام اختصاص بدم. روز 26 آپریل 2015 یعنی حدود 6 روز پیش در روز یک شنبه مقاله بود در روزنامه نیویورک تایمز به قلم 3 نفر. این 3 نفر یکیشون آقای سون جکاب تی بود، یکی آقای جیمز جفری بود و یکی آقای مهدی خلجی. هر سه اینها در واشنگتن اینستیتوت فور نیر ایست پالیسی کار میکنن. برای اونهایی که یادشون نیست یا نمیدونن خاطر نشان میکنم که واشنگتن اینستیتوت فور میدل ایست پالیسی، مؤسسه واشنگتن، آرم تحقیقاتی ایپک یا لابی جناح راست اسرائیل در آمریکاست و تمام اونهایی که در اونجا کار میکنن در واقع برای لابی اسرائیل کار میکنن و در نتیجه هر مقاله‌ای که مینویسن در واقع در راستای تامین منافع لابی اسرائیل و همینطور اسرائیل است. مقاله که این 3 نفر نوشته بودن ادعا داشت که ایران از 400 سال پیش، یعنی از زمان صفویه، همیشه یک نیرویی بوده که خواهان گسترش سرزمین‌هاش بوده، تجاوز نظامی به کشورهای دیگه کرده، سعی کرده که از طرق مختلف، از طریق نظامی، از طریق تروریستی و اقتصادی و طرق دیگه کل منطقه رو در تحت نفوذ خودش در بیاره. این مقاله همچنین ادعا کرد که ایران کنونی این به اصطلاح رویاها رو به کنار نخواهد گذاشت و در راستای همون ایرانی که در 400 سال پیش گذشته وجود داشته به گسترش نفوذ خودش در خاورمیانه از طرق مختلف ادامه خواهد داد و در نتیجه هشدار داد که توافق هسته‌ای با ایران قابل اطمینان نیست و چرا که جمهوری اسلامی این رویاها رو کنار نخواهد گذاشت و همچنان به گسترش نفوذ خودش و به توسعه طلبی خودش در منطقه خاورمیانه ادامه خواهد داد. این مقاله همچنین ایران رو با امپراتوری ها و قدرت های بزرگ استعماری در گذشته مثل آلمان، مثل ژاپن، روسیه، فرانسه و انگلیس مقایسه کرد و گفتش که همونطور که این دولت‌ها با برنامه‌های خودشون موجب جنگ جهانی اول و دوم شدن، در واقع ایران هم ممکنه با برنامه‌هایی که داره سرانجام موجب جنگ جهانی سوم بشه. خب اولا این مقاله واکنش بسیار شدیدی رو در میان هموطنان ما در فضای اینترنتی به خصوص در صفحات فیسبوک برانگ و هدف بیشتر این واکنش‌های منفی همین آقای مهدی خلجی. خدمت شما عرض کنم که آقای مهدی خلجی در گذشته در قم طلبه بودن و تعلیمات دینی میدیدن. بعد اون مدرسه حوزه علمی قم رو رها کردن، به تهران رفتن. مدتی در روزنامه انتخاب که در واقع توسط دفتر آیت الله خامنه ای تأسیس شده بود کار میکردن و در واقع واسه دفتر آیت الله خامنه ای کار میکردن. بعد از ایران خارج شدن و بعد از چند سال به طور ناگهانی از واشنگتن سر در آوردن و رفتن واشنگتن اینستیتوت برای نیر ایست پالیسی و الان سالها اونجا هستن و همین الان هم ایشون در اونجا سینیور فلو هستن. در مقاله نیویورک تایمز در به اصطلاح شرح حال ایشون نوشته بود که ایشون یک الهیدان شیعه یا شیعه تئولوژین هست که البته این به نظر من کاملا بی اساسه. ایشون در گذشته در مدرسه طلبگی قم بودن، از اون مدرسه اومدن بیرون، یه مدتی هم توی عرض کردم در روزنامه انتخاب و اینا کار میکردن، از ایران اومدن بیرون. هیچ گونه شواهد و قرائنی وجود نداره که ایشون در دانشگاه خارج به عنوان مثال اسلام شناسی خوندن یا تشیع شناسی خوندن یا مطالعات دینی داشتن و غیره و این که حالا ایشون به خودشون میگن شیعه تئولوژین یا الهیدان شیعه
دست کم تا بر مبنای اطلاعاتی که من تا این لحظه دارم کاملا ساختگی به نظر میرسه. ولی چیز مهم این نیست که ایشون آیا واقعا الهیدان تشیع هستن یا نیستن. چیزی که جالب اینه که ایشون با اون دو نفر دیگه همدست شده و مقاله نوشته بر علیه کشور خودش. این مقاله فقط بر علیه جمهوری اسلامی نیست، این مقاله بر علیه کل ایرانه. وقتی شما یک تاریخ جعلی برای ایران در عرض 400 سال گذشته میسازید، دیگه اگر هم مخالفتی با جمهوری اسلامی دارید، این تاریخ جعلی کاملا ماورای مخالفت با جمهوری اسلامیه. تاریخ نشون میده که در عرض 275 سال گذشته دست کم ایران به هیچ کشوری حمله نکرد. تاریخ نشون میده که در عرض 275 سال گذشته مناطق وسیعی از ایران بزرگ که قبلا جزء ایران بودن و حتی مردم اونجا فارسی صحبت میکردن، توسط امپراتوری ها و قدرت های استعماری از ایران جدا شدن. معاهده های ترکمنچای و گلستان بخش مهمی از قفقاز رو از ایران جدا کرد. آسیای مرکزی از ایران جدا شد. افغانستان رو امپراتوری انگلیس از ما جدا کرد. بحرین رو محمد رضا شاه با یک معامله با دولت انگلیس از دست داد و در نتیجه ایران کنونی به صورتی در اومد که همین ما می‌بینیم. تمام اینها به دست قدرت‌های استعماری و امپریالیستی انجام شد. در همین مدت، در عرض همین 200 سال گذشته، این قدرت‌های استعماری مهمترین بلاها و مصیبت‌ها رو سر کشور ما آوردن. از دخالت امپراتوری انگلیس و روسیه در ایران در دوران قاجاریه گرفته تا کودتای انگلیسی 1299 که رضا خان رو بر سر کار آورد و تمام دستاوردهای انقلاب باشکوه مشروطیت رو برباد داد، تا هجوم متفقین به ایران در 1320 و اشغال ایران برای 4 سال و کودتای سازمان سیا در 1332 و کمک به محمد رضا شاه در تأسیس یک حکومت دیکتاتوری سیاه و بعد تشویق عراق به ایران و حمله به ایران در 1980 یا 1359 و بعد حمایت از عراق در طول 8 سال جنگ با ایران با انواع و اقسام اطلاعات امنیتی و کمک‌های نظامی، به طوری که وقتی که عراق با سلاح‌های کشتار دست جمعی به خصوص بمب شیمیایی به سربازان ایران در مرز حمله کرد، این قدرت‌های امپریالیستی و استعماری کوچکترین اعتراضی به این موضوع نکردن و این موضوع کاملا مسکوت ماند. فقط وقتی که صدام حسین بعدها به کویت حمله کرد و خیلی بعد از اون دولت جورج دبلیو بوش آماده حمله به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین شد، تازه اون مسائل مطرح شد. در تمام این مدت ایران مورد حمله و طمع این دولت‌های خارجی بوده. حالا این مقاله که در اون آقای مهدی خلجی که یک نویسنده ایرانی هستن و ظاهرا پژوهشگر واشنگتن اینستیتوت هستن، میان تاریخ جعلی برای ایران می‌سازن. من به کسانی مثل آقای مهدی خلجی میگم قلم اجاره‌ای. اینا قلم اجاره‌ای هستن. کسی که وقتی در ایران بوده، در روزنامه انتخاب که در واقع وابسته به دفتر آیت الله خامنه‌ای بوده کار میکرده و بعد به خارج اومده و یهو سر از واشنگتن اینستیتوت در اومده و حالا برای لابی اسرائیل می‌نویسه، این کس فقط قلم اجاره‌ایه. یعنی هر کسی به ایشون بیشتر پول بده، ایشون برای ایشون می‌نویسه. مهم هم نیست که کی باشه. ما از اونهای هموطنانی که در شرق آمریکا به خصوص در واشنگتن زندگی میکنن دعوت میکنم که نگاه کنید که ببینید آقای مهدی خلجی اونجا وضع زندگیش از لحاظ اقتصادی چطوره و خونه و زندگیش اینا چطوره و بعد از خودتون بپرسید که این پولها برای این گونه به اصطلاح این طرز زندگی از کجا آمده. فقط ما قلم اجاره‌ای هم در میون هموطنان نداریم، ما بلندگوی اجاره‌ای هم داریم. در همین جنوب کالیفرنیا کسانی هستن که بلندگوی لابی اسرائیل و فرقه مجاهدین هستن. اینها کسانی هستن که شب و روز بر علیه مردم ایران می‌نویسن. چرا میگم حرف می‌زنن؟ چرا میگم بر علیه مردم ایران و نمیگم بر علیه جمهوری اسلامی؟ بدانید که اینها از تحریم‌های کمرشکن حمایت کردن که آسیب و دود این تحریم ها فقط به چشم مردم ایران رفته. اینها از تهدیدهای نظامی بر علیه ایران حمایت کردند که اگر این تهدیدهای نظامی به مرحله اجرا در می اومد، کشور غرق در خون می شد و احتمالاً تجزیه می شد. اینها کسانی هستند که
طرفدار دخالت به اصطلاح بشر دوستانه بودن. وقتی که پیمان ناتو و آمریکا به لیبی حمله کرد، دست زدن، هورا کشیدن، نامه تشکر واسه پرزیدنت اوباما نوشتن، و بعد وقتی جنگ داخلی سوریه شروع شد اعلام کردن که همون سیاست باید در مورد سوریه هم اجرا بشه، و در هر دو مورد امیدشون این بود که اگر به اصطلاح تکلیف لیبی روشن شد و تکلیف سوریه روشن شد، وقت قدم بعدی اینها به سراغ ایران خواهند رفت و ایران رو هم مورد حمله قرار خواهند داد، و به همین دلیل اینها از دخالت به اصطلاح بشر دوستانه حمایت میکردن. اینها بلندگوهای اجاره ای هستند. من مطمئنم که اگر همین فردا جمهوری اسلامی آماده باشه که به این گونه اشخاص پولی بیشتر از اونی که الان دریافت میکنن، اینها برای اونها خواهند نوشت. من در گذشته یک مقاله در وبسایت گویا منتشر کردم که در اون با مدارک بر طبق نوشته های این شخصی که در نیویورک زندگی میکنه نشون دادم که ایشون وقتی که از ایران به آمریکا سالها پیش اومد، در چند سال اول زندگی خودش در نیویورک مقاله هایی که مینوشت مقاله های ضد امپریالیستی و در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود. چرا؟ بدانی که این موقع ایشون وقتی که به آمریکا آمده بود حقوقش رو روزنامه دولتی ایران پرداخت میکرد، و اون موقع آقای محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بود، روزنامه ایران در دست اصلاح طلبان بود، ایشون وقتی در ایران بودن جز اصلاح طلبا به شما میومدن، یا دست کم ایشون خودش رو به عنوان اصلاح طلب همه جا معرفی میکردن، در همه جا هم حضور داشتن، انواع و اقسام پروژه های نون و آبدار هم از دولت اون موقع گرفته بودن. وقتی هم که به نیویورک اومدن سالها در اونجا مقاله هایی که می نوشتن در حمایت از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و انتقاد از اسرائیل، انتقاد از آمریکا و قدرت های غربی. منتها وقتی که آقای محمد خاتمی از ریاست جمهوری کنار رفتن و روزنامه ایران از دست اصلاح طلبان خارج شد و به دست نیروهای تندرو به رهبری آقای احمدی نژاد افتاد، این حقوق قطع شد، و در نتیجه این آقا برای اینکه بتونه زندگی خودش رو بگذرونه به ناگهان تقریبا به طور شبانه تبدیل به یک آمریکا شیفته و یک متحد نزدیک سیاست‌های امپریالیستی غرب و به خصوص آمریکا در مورد خاورمیانه شد. از اون به بعد ایشون مقاله‌ای که نوشته همیشه یا در راستای حمایت از هر سیاست آمریکا در خاورمیانه بوده، یا فحاشی بوده به کسانی که به ایشون انتقاد کردن به خاطر نوشته‌هاش که اکثریت قریب به اتفاق اونها بی اساس بوده. دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم. قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com. به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی. اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز مانند خودتان هستید، و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم. برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست. بنابراین همطور که می بینید ما در میون کسانی دیگه هم هستن که انشالله ما در مورد اونها هم در آینده صحبت خواهم کرد و در مورد اونها در آینده هم خواهم نوشت. اینا کسایی بودن که در ایران یه عده‌شون فعالیت می‌کردن و بعد حالا که اینجا آمدن یهو تند و تیز شدن. شخص دیگه بود که در ایران سردبیر یکی از اون روزنامه‌ها بود. تا موقعی که سردبیر اون روزنامه‌ها بود کوچکترین اعتراض ملایمی هم
به اتفاقاتی که در ایران میافتاد نمیکرد. از موقعی که به آمریکا آمده یکی از تندروترین منتقدان جمهوری اسلامی شده و تا مدت ها خودش رو سخنگوی یکی از شخصیت های اصلاح طلب در ایران معرفی میکرد، ولی مواضعی که میگرفت کاملا مخالف مواضعی بود که اون شخص اصلاح طلب، اون شخصیت اصلاح طلب در ایران داشت، به طوری که بالاخره مجبور شد که اعلام کنه که دیگه مشاور اون شخص نیست. و همین الان هم تمام چیزهایی که مینویسه در واقع بسیار تند و تیز هستن. البته مخالفت با جمهوری اسلامی هیچ نه تنها اشکال نداره بلکه خیلی هم خوبه. همه ما مخالف بسیاری از سیاست‌های جمهوری اسلامی هستیم. همه ما آرزو داریم که جمهوری اسلامی با یک نظام دموکراتیک که به حقوق همه مردم صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب، عقیده و همه اینا احترام بذاره، همه ما دوست داریم طور باشه. ولی اینهایی که یهو به طور شبانه رنگ عوض میکنن و تازه ادعای رهبری هم دارن و میخوان جلو بیافتن و ادعای رهبری اپوزیسیون رو دارن، اینها به از نظر من همونطور که عرض کردم قلم یا بلنگو برای اجاره هستن. یعنی اینا کسایی هستن که قلمشون رو حاضرن اجاره بدن به اینا. هر کسی که به اینا بیشتر بپردازه اینا برای اونها خواهند نوشت، هر کسی که از اینا بیشتر حمایت مالی و اقتصادی بکنه اینا برای اونها خواهند نوشت. در همین جنوب کالیفرنیا ما کسایی داریم که مثلا به عنوان مثال تا 15 سال پیش به قول معروف به نان شبشون محتاج بودن، ولی همین اگه برین زندگیشون رو ببینید می‌بینید که مرفه‌ترین زندگی‌ها رو دارن، خونه‌های چند میلیون دلاری دارن و کارشون اینه که یا به مسلمان‌ها و اسلام فحاشی کنن و یا دقیقاً در راستای سیاست دفاع از اسرائیل، دفاع از فرقه مجاهدین و بقیه شب و روز سخن میگن و در نتیجه اینها در واقع نه مخالف جمهوری اسلامی هستن و نه طرفدار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر. اینها فقط در واقع طرفدار خودشون هستن، حامی خودشون هستن، حامی منافع خودشون هستن. هر کجا که این منافع تامین بشه به همون طرف میرن. اینها کسانی بودن که تا قبل از که توافق لوزان در مورد چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای اعلام بشه اعلام میکردن که برنامه هسته ایران کاملا بیفایده است و جمهوری اسلامی مبلغ زیادی پول مملکت رو اتلاف کرده تا این برنامه هسته‌ای رو راه بندازه. حالا که توافق لوزان انجام شده و به احتمال قوی توافق نهایی هم تا ماه جون امضا خواهد شد، حالا همونها سوپر ملیگراهای ایرانی شدن. حالا همونها ادعا میکنن که این توافق لوزان ترکمنچای دومه. به عنوان مثال دکتر علیزاده نوریزاده، ایشون تا مدت ها میگفتش که برنامه هسته ایران یک خیانت به مردم ایرانه. من در یک مناظره که با ایشون در تلویزیون اندیشه داشتم این رو به ایشون یادآوری کردم و ایشون گفتن بله این خیانت به مردم ایرانه. بعد ایشون از ایشون پرسیده بودن که اگر این خیانت به مردم ایرانه پس این که شاه این برنامه هسته ای رو راه انداخت این رو شما چجوری توجیه میکنید؟ شما که الان یه جوری حرف زدید که گویا از حمایت خودون از انقلاب پشیمون شدید و طرفدار محمد رضا شاه شدید. ایشون در جواب گفتن که من این رو به روی ایشون آوردم در مناظره‌ای که داشتم. ایشون در جواب گفتن اون موقع شاه برنامه هستی رو می‌خواست به راه بندازه قرار بود 45000 کیلومتر هم جاده بسازه. ظاهرا ایشون تصورشون از انرژی هسته‌ای اینه که انرژی هسته‌ای مثل پمپ بنزین میمونه که شما وقتی جاده ساختید ماشیناتون کنار اون پمپا وای میسن، انرژی هستی رو به داخل ماشین شما تزریق میکنن و شما با اون انرژی هستی که از اون پمپ گرفتید به راه خودتون در اون جاده ها ادامه میدید. سطح آگاهی و شعور این شخصیت در مورد این گونه برنامه‌ها این بود. وقتی من اینو به روی ایشون آوردم در چیز در اون مناظره که با هم دیگه داشتیم ایشون حرفی نداشت بزنه. خب حالا همون شخص چند هفته پیش به لس آنجلس اومده بوده و در چندین محافل خصوصی که دوستان من در اونجا حضور داشتن از ایشون نقل قول شده که گفته که این قرارداد لوزان ترکمنچای دومه. یعنی همون کسی که فکر میکرد این برنامه هسته‌ای خیانته و اتلاف منابع ایرانه و باعث دردسر ایران شده، که البته من قبول دارم باعث دردسر ایران شد به دلیل سیاست‌های نابخردانه آقای احمدی نژاد، حالا همون شخص ملی‌گرا، فوق ملی‌گرا یا سوپر ملی‌گرا شده و ادعا میکنه که این قرارداد قرارداد ترکمنچایه. همین شخص میاد در برنامه تلویزیونی خودش در مقاله هایی که مینویسه عربستان سعودی رو تحسین میکنه، از عربستان سعودی و از شاهزاده های عربستان
ازشون تعریف میکنه و ازشون تشکر میکنه و الی آخر. و این در حالی است که همه ما میدونیم، لااقل کارشناسای با تجربه، کارشناسای دنیا دیده، کارشناسای به قول آمریکایی ابجکتیو میدونن که دستهای عربستان تا به اصطلاح شانه در غرق در خون مردم خاورمیانه است. عربستان از حمله آمریکا به لیبی حمایت کرد، عربستان از در سوریه جنگ رو انداخت، عربستان اسلحه، پول و تعلیمات نیروهای تروریستی در سوریه رو تامین کرد. این صحبتی بود که آقای جو بایدن معاون آقای اوباما ماه اکتبر سال گذشته در دانشگاه هاروارد کردن. عربستان بود که به بحرین حمله کرد، عربستانی که به یمن حمله کرده، عربستانی که به اسرائیل گفته اگه بخوای به ایران حمله کنی میتونی از فضای هوایی عربستان استفاده کنی، عربستانی که به آمریکا گفته بود که ایران مثل یک افعی میمونه و سر اون افعی تاسیسات نظامی، معذرت میخوام، تاسیسات هسته ایرانه و سر این افعی رو با حمله کردن به این تاسیسات هسته ای باید قطع کرد. عربستان و ترکیه هستن که هر ماه حدود 1000 سنی تروریست رو از مرزهای ترکیه و جاهای دیگه به داخل سوریه میفرستن. عربستانی که به شهرونداش اجازه داده که تندروترین گروه ها رو در اون ناحیه حمایت کنه. عربستان بوده که با پاکستان و سازمان سیا طالبان رو خب مجاهدین افغانی رو درست کردن که بعدا تبدیل به القاعده شد. عربستانی که بودجه های مدارس اسلامی در پاکستان و جاهای دیگر تامین میکنه که در اون وهابیت رو تعلیم میدن که ارتجاعی ترین، عقب افتاده ترین نوع تعلیمات دینی هست که در واقع ریشه تمام این گروه های سنی تروریستی به اونجا برمیگرده. اون وقت در چنین شرایطی یک هموطن ما میاد و از ایشون، از این کشور تحسین میکنه، جانب این کشور رو میگیره و این حرفا رو میزنه. اینها رو من بهشون میگم قلم برای اجاره، اینها رو من بهشون میگم بلنگو برای اجاره. اینا قلمشون رو اجاره میدن، اینا بلنگوشون رو اجاره میدن. هر کسی که پول به اینا بیشتر بده، اینها واسه اون مینویسن و از اون ارگان یا از اون سازمان حمایت میکنن یا از اون کشور حمایت میکنن. آقای مهدی خلجی هم که در روزنامه نیویورک تایمز به جعل تاریخ ایران میپردازه از همین نوعه. حالا چرا این جعل رو انجام میدن؟ دو هدف دارن. چون برای لابی اسرائیل کار میکنن، دو هدف در اینجا وجود داره. هدف اول جلوگیری از توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنجه به اضافه یک. اسرائیل مخالف این توافقه و اینها سعی میکنن با چهره ناموجه از جمهوری اسلامی ساختن از این موضوع جلوگیری کنن. البته در اینکه جمهوری اسلامی از لحاظ داخلی بسیار جنایت کرده و کارهای بسیار زیادی کرده که بر ضد مردم بوده و در واقع یک نوع دیکتاتوری مذهبیه و کوههای عظیمی از پرونده های جنایت این نظام وجود داره، شکی نیست. همونطور که عرض کردم همه ما میخوایم که جمهوری اسلامی با یک نظام دموکراتیک جایگزین بشه. ولی در سیاست خارجی اتفاقا به نظر من جمهوری اسلامی همیشه خیلی عملگرا بوده. اونجایی که لازم بوده عقب نشینی کرده و اونجایی که لازم بوده مقاومت کرده. و در مورد برنامه هسته‌ای هم جناح معتدل و اصلاح طلب و عملگرای جمهوری اسلامی خواهان توافق با غرب و خاتمه دادن به برنامه هسته‌ای. ولی با این گونه مقالات اینها سعی دارن بگن که به این نظام و به این سیستم نمیشه اطمینان کرد و بنابراین این توافقنامه نباید اجرا بشه و نباید امضا شه. و میدونیم که اگر توافقنامه امضا نشه و اجرا نشه نتیجه چه خواهد بود. نتیجه اون فقط جنگ در جنگ دیگری در خاورمیانه و این بار بر علیه کشور ما خواهد بود. این یه هدفه. هدف دیگه اینه که همین الان ما میدونیم که نقش اسرائیل در خاورمیانه چه نقشی است. جنگ غزه رو در تابستان گذشته دیدیم و میدونیم که به قول آقای اکبر گنجی و ریچارد فالک استاد دانشگاه پرینستون، دولت اسرائیل یک دولت یاغی است. به قول عفو بین‌المللی و دیدبان حقوق بشر، اسرائیل جنایت جنگی در غزه انجام داده و احتمالا ممکنه مرتکب جنایت بر علیه بشریت شده باشه. به قول آقای جیمی کارتر و نویسندگان چپگرای خود اسرائیل مثل گیدیون لوی و امیر هاست و بقیه، اسرائیل یک نظام آپارتاید در کرانه باختری رود اردن برپا کرده که در اون فلسطینی‌ها از کمترین حقوقی برخوردار نیستن.
خب همه اینها واضحه و بنابراین واضحه که کسی که در برای لابی اسرائیل، برای آرم تحقیقاتی یا بازوی تحقیقاتی اسرائیل در آمریکا کار میکنه، یکی اهدافش همیشه اینه که افکار عمومی رو منحرف از اینها بکنه. و همین الان بهترین راه برای منحرف کردن از این به اصطلاح اتفاقاتی که افتاده اینه که روی ایران تمرکز کنن و در مورد ایران بنویسن. خب اینها میشن چی؟ اینها میشن همون قلم برای اجاره که چندین بار تکرار کردن. اینها فعلا برای لابی اسرائیل کار میکنن و بنابراین برای لابی اسرائیل مینویسن. حالا اگه فردا یکی دیگه اومد به اینا پول بیشتر داد، اینها برای اونها خواهند نوشت. اینها طرفدار مردم ایران نیستن، چون اگر طرفدار مردم ایران باشن نباید طرفدار تحریم ها باشن، نباید طرفدار تهدید نظامی و یا مداخله نظامی باشن. اینها حتی مخالف جمهوری اسلامی هم نیستن، چون اگر مخالف جمهوری اسلامی بودن، مخالف اصولی جمهوری اسلامی، سیاست های جمهوری اسلامی رو در راستای منافع مردم ایران انتقاد میکنه، نه در راستای منافع یک کشور خارجی مثل اسرائیل یا مثل عربستان. بنابراین اینا مخالف جمهوری اسلامی هم نیستن، اگرچه که ممکنه در پوشش مخالف جمهوری اسلامی خودشونو به مردم عرضه کنن، ولی در واقع اینا مخالف جمهوری اسلامی هم نیستن. اینها هم تو که عرض کردم و برای بار آخر تکرار میکنم، اینا قلم برای اجارن و بلنگو برای اجارن. هر کسی که به اینا بیشتر بده، اینها میشن سخنگوی اونها یا میشن نویسنده اونها. اینا برای اونها خواهند نوشت، برای اونها خواهند گفت، برای اونها تبلیغات خواهند کرد، برای اونها دروغ خواهند گفت، برای اونها اغراق خواهند کرد و برای اونها داستان‌های ساختگی و تاریخ ساختگی خواهند ساخت، از قبیل تاریخ ساختگی که آقای مهدی خلجی و همکاراش در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده. و البته روزنامه نیویورک تایمز هم در همینجا مقصره، بدانی که این مقاله درست روزی منتشر شد که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد آمریکا شد و روز بعد با آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات کرد. و بنابراین به نظر من این اصلا تصادفی نیست که در روز یک شنبه که مهمترین روز واسه روزنامه نیویورک تایمز چنین مقاله‌ای توسط این گروه منتشر بشه. خیلی خب، این بحث بسیار زیاده و من امیدوارم که در هفته‌ها و ماه‌های آینده این بحث رو ادامه بدم. یکی از اهداف این برنامه همیشه افشاگری در مورد این شخصیت‌ها خواهد بود. من همونطور که اونهایی که با کارهای من آشنا هستن می‌دونن که من در تمام این سال‌هایی که فعال سیاسی بودم همیشه از این افشاگری‌ها کردم و از این افشاگری‌ها هم خواهم کرد. بنابراین اجازه بدید که در اینجا از اینکه وقت زحمت خودتون رو به برنامه من و تماشای اون اختصاص دادید تشکر کنم. از شما دعوت می‌کنم که از وبسایت ifttv.com دیدن کنید. در اونجا علاوه بر برنامه‌های سیاسی که یکی از اونها برنامه من هست، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی هم به شما عرضه میشه. همچنین از شما دعوت میکنم که از وبسایت دیگه گروه ما اخبار ایران و گزارش‌های خاورمیانه دیدن کنید که در اونجا مهمترین اخبار ایران و کشورهای مهم خاورمیانه رو به دو زبان فارسی و انگلیسی و به روز شده برای شما تهیه کردیم که میتونید از اوضاع خاورمیانه آگاه بشید. از اینکه وقت زحمت خودتون رو به تماشای برنامه من اختصاص دادید سپاسگزارم. امیدوارم تا برنامه آینده که دوباره در خدمت شما خواهم بود، روز و روزگار بر شما خوش و شیرین باشه. سپاسگزارم.